خب به بخش آخر قسمت دوم پلی تایم رسیدیم. تاپیک این هفتمون که نمایشگاه گیمزکام 2021 هست و قراره به مهمترین رونمایی‌ها و نمایش‌های این نمایشگاه بپردازیم. همراه من دوست عزیزم علیرضا محمدی هست که در این باره بحث کنیم. چطور علیرضا؟ سلام مصطفی جان، خیلی خوشحالم که این قسمت هم با شما هستم. خیلی عالی. خب بریم سراغ گیمزکام 2021 که دومین باره که گیمزکام داره دیجیتالی برگزار میشه به خاطر شیوع ویروس کرونا. و امیدوارم که سال بعد دیگه از این خبرو نباشه. آره واقعا توی این دو سالی که گیمزکام این شکلی برگزار شد اصلا اون شور و شوق گیمزکامی که همیشه ما داشتیم اون نداشت. آره. با اینکه حتی یه سری نمایش خیلی جذابم امسال دیدیم. آره ولی من خودم خیلی حال کردم. بازم بدن اونقدری که باید نچسبید. آره. امیدوارم سال دیگه حتما این شرایط عوض شه. دقیقاً. قبل حالا مراسم افتتاحیه شرکت مایکروسافت یه رو استریمی داشت که حالا به یه سری موارد پرداخت که به نظرم تو بگو. آره مایکروسافت خب نمایش‌های زیادی توی استریمی که واسه گیمزکام پخش کرد داشت. یه سری از نمایش‌هاش خیلی اتفاق خاصی نبود، فقط حالا آره. یه سری آپدیت‌های جزئی یا یه سری محتواهای کوچیک جزئی به بازی آره، اضافه می‌کرد. تمرکز اصلیش یعنی تمرکز اصلی مایکروسافت روی نمایش حال محتوای جدید برای بازی بود که قبلا رونمایی شده بودن، حالا یا منتشر شدن و محتوای اضافه داره براشون میاد یا اینکه قبلا رونمایی شدن صرفا حالا یه تریلر جدیدی دادن یا تاریخ انتشاری مشخص کردن از این قبل. آره دقیقاً. توی این بین بازیایی مثل فلایت سیمولیتور بود، ایج اف امپایرز 4 بود، ویستلند 3 بود که یه آپدیت جدیدی واسه اون میاد و حالا یه سری بازی جدیدن برای گیم پاس تایید کردن. دقیقاً. با همکاری شرکت هامبل گیمز هم بود. بله آره دقیقاً. ولی دو سه تا نمایش جذابم داشت. اولین و به نظر خود من جذاب ترین نمایش مال داینگ لایت 2 بود. داینگ لایت 2 آره که نمایش گیم پلی هم بود. آره دقیقاً. اتفاقات بازی 20 سال بعد از قسمت اول ظاهرا داره آره. توی بازی رخ میده. اون انیمیشن های پارکور و اکشن بازی به نظر من خیلی نسبت به نسبت آره اصلا خودشون گفتن که دو برابر شده آه. و چند هزار انیمیشن گرفتن برای حرکات پارکور بازی که طبیعی تر باشه و حالا محیط بازی هم 4 برابر بزرگتر از قسمت اوله. کلا از همه لحاظ داینگ لایت 2 قرار باشه اثر عمیق‌تر، گسترده‌تر و متنوع‌تری نسبت به قسمت اولش باشه. دقیقاً. اصلا لوکیشن بازی رو کلاً تغییر دادن. آره یه شهر یه شهریه توی اروپا هستش و خب تاریخ انتشارش که خیلی نزدیکه نسبتاً آره. 16 آذر امسال قراره آره. که منتشر بشه. تقریباً رسماً 3 ماه دیگه. آره. بله، می‌تونیم تجربهش کنیم. بازی بعدی کروسیدر کینگز 3 بود که آره. فکر کنم برای کنسول هم آره. رونمایی شد. اتفاق جالبی بود. آره چون کروسیدر کینگز حالا مثل خیلی از بازی های بگیم مدیریتی یا استراتژی اینجوریه که خب تمرکز ازش همیشه روی پی سی بوده. اصلا تا الان روی کنسول نبوده کروسیدر کینگز، اما سازنده هاش اومدن نسخه سومو کامل بهینه کردن برای کنسول ها. رابطه کاربریش کنترلش رو کاملا تطابق دادن با کنترلر که صاحبای کنسول هم بتونن از تجربهش لذت ببرن. و بزرگترین بازی که مایکروسافت توی این کنفرانس نشون داد فورزای 5 بود. واقعا زیبا بود، واقعا دیوونه کننده. لفظ زیبا برای این بازی استفاده کنم، من کفور شده بودم خیلی دیده بودم. ببین خیلی خفن بود. دقیقاً. گرافیکش اصلا همینجا من داشتم نگاه میکردم. آره احتمالا الان که تصاویر این بازی هم میبینید همینجوری فوق‌العاده است. یعنی من ایرادی اصلا نمیتونم ببین اونجا که یه جا بود یک کم ماشینا داره سر پایینه میاد تا ته انگار قاره آمریکا رو داره نشون میده رسمن. اصلا گرافیکش عجیب غریب. تاریخ انتشارش هم که اونم خیلی خبر خوبی بود، 18 آبان امسال. آره 18 آبان میتونیم تجربهش کنیم. آره. تقریبا دو ماه دیگه. آره دو ماه دیگه حدودا. آره. کنفرانس مایکروسافت اینجا تقریبا کارش تمام میشه. آره یه سری عناوین دیگه هم بودن که خیلی چیز خاصی نبود که بخوام راجع بهش صحبت کنیم. آره مختصر ازشون گذشتم آره. چون دقیقاً چیز خاصی نداشتن. ولی بحث اصلی میره سر اوپنینگ نایت گیمز. آره اوپنینگ نایت لایو که جف کیلی حالا موجی مراسم گیم اوردز هم برگزارش میکنه هر سال.
اونجا خیلی نمایش جذابی داشتیم. آره دو ساعت خیلی خوب. آره. من خیلی راضی بودم. آره. ما کلا با جف کلی کلا حال نمی‌کنه. یه چیزی هولوش 40 تا بازی اگه اشتباه نکنم نشون داد. با جف کلی حال نمی‌کنی؟ ببین کلا با جف کلی حال نمی‌کنه. من 2016 بعد حقیقتش خیلی دیگه از نمی‌دونم. خیلی مثلا پاچه خاری کوچیکا رو زیاد می‌کنه. نمی‌دونم چی شد چه اتفاقی 2015 2016 افتاد. ولی دیگه باید تمومش کنه دیگه. ولی امسال خوب بود. انصافا امسال خوب بود. اوپنینگ نایت لایوش نمایش اولش هم ریبوت مجموعه سینس رو بود که حالا برای کسی که آشنا نیستن یه سری حالا حالت اوپن ورلد داشتن میشه اما خیلی تفاوت داره با جی تی ای، خیلی دیوونه وارتره، تخیلی تره، انگار که تو شرایط نرمالی ساخته نشده. آره. بعد یه حالت گنگستری هم همیشه داشت. اما نکته که هست حالا تو این تریلر جدیدی که ازش نشون دادن اون به قول معروف استایل آشنای سینتو رو انگار نداره جدید ریبوتش. یه مقدار من حس جدی تر بودن از بازی گرفتم. آره نرمال تر شده. بعد حالا مثلا تم رنگی بنفش داشت همیشه اینجا نبود. حالا ببین گیم پلی دقیق باید ازش بیاد یا باید پای تجربه بازی نشست دادم بفهمه دقیقا ما چه حسدی رو به نظر من میتونه عنوان جذابی بشه، مخصوصا که فرض کن تو میتونی کل گیم پلی بازی رو رو حالت کوآپ بری. آره آره کاملا کوآپ میشه بعد. و نکته مهمتر این که این بازی انحصاری اپیکه و شمایی که استیم فنی دیگه باید کوچ کنی. کرک میکنم. خب بازی بعدی چی بود؟ بازی بعدی نمایش بزرگی بعدی که داشتیم مال کال آف دیوتی ونگارد بود که اولین تریلر گیم پلی شو بهمون نشون دادن. آره اول مال نمایش گیم پلی شو دادن. تاریخ انتشارش هم 14 آبانه. 14 آبانه. بعد لورا بیلی که یکی از صدوبشای معروف حال سنت ویدیو گیم هم هست. نقشایی که حالا بازی کرده جینای توی ورلد اف وارکرافت بوده، کیت دیاز گرز 5 بوده. حالا معروف ترین نقشی که میتونم ازش بگم. آها چیزام بوده راستی. کاراکتر روبروی الیت لاست واسه دو کی بود؟ ابی. ابی هم لورا دیلی. لورا بیلیه. لورا دیلی کیه؟ یه بازی دیگه هم که من خیلی دوست داشتم توی گیمز کام امسال مارولز میدنایت سانز بود که خیلی روی کرده جالب و متفاوتیه به حالا یونیورس مارول. امیدوارم فقط مثل سینما نشه دیگه. ما سالی 10 تا بازی مارول سینما رو لذت دارم میبرم حقیقتا. حالا گیم هم زیاد بشه چه بهتر. برای فنش که بهتره. مارول میدنایت سانز رو استودیو فیراکسیس میسازه که سازنده سری سیویلیزیشن و حالا نسخه اخیر ایکس کامه و اصلا شایعه هایی که در اومده بود به این بازی لقب مارول ایکس کام داده بودن. دقیقاً هم بازی قراره یه حالت استراتژی تاکتیکی داشته باشه اما هسته گیم پلیش فرق داره با سری ایکس کام. بیشتر قراره حالا از کارت های قابلیت برای هیرو استفاده بشه و حالا نمایش هیرو های خود مارول هم هستن تو بازی. آره نه اصلا هیرو های مارول هستن بعد ولی برای ابیلیتی هاشون شما میاد یه سری کارت استفاده میکنید. یه حالت بازی کارتی رو خودش میگیره. بعد یه مورد جذابی هم که داره برای اولین بار توی حالا تاریخ هستن محصولات مختلف مارول یه شخصیت رو برای پلیر قرار دادن که خود پلیر میتونه اونو شخصی سازی کنه، قابلیتاشو تعیین کنه، ظاهرشو تعیین کنه. این اولین باره. آره این اولین باره و این مورد خیلی جالبه. من شخصا خیلی منتظر این بازیه. مثلا تاریخ انتشار دادن؟ تاریخ انتشارش فکر کنم فوریه 2022 بود، یادم نیست دقیقه فوریه شو الان، ولی فوریه 2022 میاد برای پی سی، میاد برای ایکس باکس وان و سریز X و S، PS4 و PS5. من اصلا خیلی منتظرشم، مخصوصا لیست شخصیتش برای من خیلی جذابه. وولورین هست، گوست رایدر هست، بلید هست، دیگه بگم کپتن مارول هست، کپتن امریکا هست، آیرن من هست. اصلا یه کلکسیون خفنیه. خب شما حالا مارول فن هم هستی دیگه. بله. شاید داری. MCU فن هستم بیشتر. بازی بعدی. بازی بعدی. از این هیلو اینفینیت رو داریم. هیلو اینفینیت یه نمایش جدیدی داشتن از هیلو اینفینیت. نمایش کوتاهی بود. آره ولی اطلاعاتش مهمه. یه باندل رو نمایی کردن برای هیلو اینفینیت. آره واقعا جذاب. یه باندل ایکس باکس سریز ایکس رو نمایی کردن که من خیلی دوست داشتم. قیمتش حتی $50 فکر کنم گرانتر از کنسول اصلیه. یه کنترلر الیت هم رو نمایی کردن. فوق العاده بود. واقعا فوق العاده بود ولی تاریخ عرضه هم دادن. تاریخ عرضه مهمترین چیز. آره 8 دسامبر مدل 17 آذر شما میتونین هیلو اینفینیت رو تجربه کنین.
و به نظر من خیلی اثر جذابی میشه. واقعا منم خیلی امیدوارم بهش، امیدوارم که بخش داستانی، ببین بخش چند نفرش دیگه ثابت شده است، ولی امیدوارم که بخش داستانی و به نظر من این چون اصلی ترین برگه برنده مایکروسافته توی حوزه فعلی، تقریبا لانچ به بعدش عنوان خیلی دهن پرکنی نداشته مایکروسافت. یه بحثی وجود داره درباره هیلو. هیلو سری هیلو توی نوامبر 20 ساله میشه و اصلا باندلی که براش رو نمایی کردن برای 20 سالگیشه. خیلی خیلی دیگه رویایی میشد اگه همون روز سالگرد انتشار قسمت اول هیلو این فیلم منتشر میشد. ولی خب سر چالش هایی که برای درست کردن بخش داستانی دارن مجبور شدن که تا جای ممکن تاریخ ارزی بازی رو عقب بندازن. آه خوبه عقب بندازن، ولی آره میارزه خوب باشه. آره میارزه. واقعا میارزه. بعد از اون میریم سراغ یه بازی که من خودم خیلی خوشم اومد ازش، میدنایت فایت اکسپرس بود. آره خیلی بازی باحال. یه بازی ایزومتریک اکشنه که یه جورایی هم روی اکشن نزدیک مثلا نبردای تن به تن تمرکز داشت و به نظر من خیلی بازی پولیش شده و پخته بود. آره خیلی تمیز بود. نکته‌ای که هست درباره میدنایت فایت اکسپرس رو گفتم. آره یه نفر بازی رو ساخته و حالا اونایی که بیشتر پیگیر بودن حالا بازی مستقل و یا تو اینترنت مثلا هشتگ های مختلف بازی سازی میدیدن، این بازی خیلی به چشم میومد این چند سال. و نکته جذابش اینه که رسما انگار چیزه مثلا رویایی ترین بازی رزمیه که تو میتونی ببینی. اینقدر انیمیشن مختلف داره برای ضربات مختلف، داینامیک بود. آره خیلی جذاب. واقعا پس میکنم اونم اثر خوبی میشه. تاریخ انتشاری که واسهش گفتن هنوز دقیق نیست، تابستون آینده سال 1401 گفتن که عرضه میشه. امیدوارم که تاخیر نخوره، امیدوارم و سر همون تاریخ بیاد. ولی واسه طرفدارای فیفا و ای فوتبال یا همون پی ای اس سابق خبر بعدی داریم. آره یه بازی جدید فوتبالی خبر بد البته میتونه نباشه، بعد ببینیم که چی میشه. آره یه بازی عنوان جدید فوتبالی داریم به اسم UFL که 5 سال تقریبا در دست ساخت بوده. انجینش با آنریل انجین داره ساخته میشه و یه بازی فری تو پلیه. آره مهمترین نکتهش اینه که فری تو پلیه بازی و یه شعار حالا جالبی هم که خودشون استفاده کردن، فری تو پلی فیر تو پلی. خب که این در واقع تیکه‌ای بوده به سری فیفا سر حالا اون پرداخته در اون برنامه یه عجیب و غریبش برای بخش آلتیمیت تیم که حالا خیلی جیب اون پلیر رو خالی میکرده. خیلی کار سختی داره، یعنی آره فیفا و حالا ای فوتبال یا اون پی ای اسی که حالا سابقه هم بود و اینا. ببین چند دو ده هست که اینا سابقه دارن، بیشتر از دو ده هست و واقعا نمیدونم چه جوری رقابت میخواد بکنه با اونا. آره مثلا تو ببین فیفایی که تو الان داری میبینی، خب کره این بازی سالهای ساله که هی داره بهبود پیدا میکنه دیگه. ولی هنوزم فیفای جدید که میاد پر از باگای مختلفه. آره پر دیگه. از ایرادات مختلفه. جالبه که اصلا ببینی حالا یه رقیب سومی که الان پیدا شده میخواد چیکار بکنه، از چه لحاظ میخواد خودشو عرضه کنه به مخاطب. امیدوارم که چیز خوبی عذاب در بیاد. امیدوارم چون این دو تا به من مخصوصا فیفا چندین ساله که هیچ رقیبی نمیبینه. آره فیفا یه مدار دوره دور در میام دور درجا میزنه دقیقا. آره. بعد از اون ورم کونامی هم معلوم نیست داره چی کار میکنه با این ای فوتبال. کونامی کلن بخش گیمش معلوم نیست که داره چی کار میکنه. الان اینجوری شده میگه که ببین ما ای فوتبال فری تو پلی میدیم اول. آره. کلن 8-9 تا تیمه، مثلا دو تا استادیومه، شب نداره فقط روز میتونی بازی کنی. مثلا اینجوریه. بعد میگه که مثلا با پای چپ هم نمیتونی شوت کنی. اولا بازی فریش به شر نمیخوره. آره اصلا نمیدونم. من میگم بعدا حالا اضافه میکنیم بعد اینا رو. نمیدونم کونامی داره به کجا میره، به جای خوبی مسلما نمیره. ولی واقعا دوستم این یو اف ال خوب باشه. من خیلی اهل فوتبال نیستم، ولی اینکه فیفا تنها بازیکن این میدونه بازی ورزشی فوتبالی باشه به نظر من خیلی جذاب نیست. یه رقیب بیاد احتمالاً خیلی قضیه بهتر میشه. و آخرین عنوان که توی این بازم توی کنفرانس اوپنینگ نایت هم من اینو بیشتر از همه دوست داشتم، اوتلاست ترایلز بود. اوتلاست ترایلز که نمایش گیم پلی ازش دیدیم، خیلی جذاب به نظر میاد. تو جذاب بود؟ آره. من از قبلیه بیشتر دوستش داشتم. ببین تو آتلاس بازی کردی؟ من جرئت نکردم برام سوالش متاسفم. خب آتلاس ترایلز میدونم که حالا برای اولین بار میخواد مکانیک کوآپ رو بیاره برای این سری.
و حالا نمیدونم چقدر میخواد تاثیر بذاره رو اون فضای ترسناکش. بعد از اون طرف یه پریکوئل یا پیش درآمد حساب میشه برای دو قسمت قبلی، اتفاقاتش قبل اون دو تا نسخه است. و نظر خاصی واسش در آتلاس ندارم شخصا. ببین اتمسفرش، محیط این بازی، محیط آتلاس ترایلز توی یه حالت آزمایشگاه شبیه به جنگ سرد، زمان جنگ سرده که روی افراد تستای مختلف انجام میدن. همون جایی قسمت اولم هست فکر کنم. اینو دقیق من نمیدونم. فکر کنم همون جایی که میدونم یه شکم، ولی چیزایی که من ازش دیدم واقعا بعضا ترسناک به نظر میرسید و خب این جذابیت قضیه است دیگه. وسوسه شده. آره دقیقاً. ببین پارانورمال نیست قضیه، ولی نیمه پارانورمال. آره. داره جذابیت‌های پارانورمال هم داره تو خودش. حالا باید ببینیم چی میشه و تاریخ انتشار که گفتن سال 2022. آره. باید ببینیم چه تاریخ انتشار دقیق‌تری بعداً میگن به من. و سر اون بحث کوآپی هم که گفتی، تا 4 نفر هم میتونن همزمان با هم کوآپ بازی کنن. باید ببینیم چه جوری عذاب در میاد. اوکی. بحث کنفرانس ها اینجا تموم میشه. اکثر نمایش های مهم همینا بود. آره دیگه. آره بقیه‌شون باز یه سری بازی کوچیک و بزرگ بودن که حالا میگم در این حد اهمیت نداشتن. آره. که حالا بهشون بپردازیم. ما صرفاً به خلاصه مهم‌ترین‌ها پرداختیم و حالا بقیه‌شون میتونید حالا توی سطح اینترنت هاتون برید اگه دوست داشتید بیشتر ببینید. خب دیگه بحث ما دیگه به پایان رسید. خب علیرضا جان حرف نهایی چیزی داری بگی؟ فقط اینکه cinemark.tv رو توی اینستاگرام حتما دنبال کنید، پیج سینماک هستش و توی وبسایت cinemark.ir میتونید اپلیکیشن ما رو دانلود کنین تا قسمت‌های بعدی پلی تایم رو از طریق اپلیکیشن ببینید. مرسی، دمت حسابیم که بودی. ممنون. و مرسی از شما همه مخاطبای عزیز برنامه پلی تایم که قسمت دوم رو هم تماشا کردید. شما رو تا پنجشنبه هفته بعد به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار. خدا نگهدار.